درود بر شما. از عطارد، زهره، زمین، مریخ و مشتری گذشتیم تا به زحل برسیم. ششمین سیاره سامانه خورشیدی، زحل، کیوان یا ساترن. سیاره ای تو فاصله 1,400,000,000 کیلومتری از خورشید. بعد مشتری دومین قول منظومه شمسیه. با اینکه زحل مثل مشتری یک گوله گازی عظیمه، ولی فقط 95 برابر زمین جرم داره، جوری که سبکترین سیاره سامانه خورشیدی میدوننش. خیلی عجیبه، کیوان که اندازه 10 تا کره زمین قطرشه یا 760 برابر زمین عظمت داره، تو یه اقیانوس رو آب شناور میمونه. چرخش این سیاره مثل مشتری خیلی سریعه، تو 10 ساعت و 40 دقیقه یه دور دور خودش میچرخه. واسه همین طوفانای عظیمی روش به وجود میان. مثلا اگه یه سر بریم قطب شمال زحل، قیامته. یه طوفان 6 ضلعی رو میبینی که هر 10 ساعت خورده یه دور میچرخه. ببین اندازه هر ضلعش 13,000 کیلومتره. این یه چی از قطر زمینم بیشتره. یه جورایی میشه چند تا زمین رو تو این 6 ضلعی جا کرد. دیگه نگاه کن چه هیولاییه. حالا درست سرعت چرخش زحل خیلی بالاست، ولی هر سالش 29 سال زمینی طول میکشه. خب مدارش خیلی بزرگتره. زمین ما 150 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله داره، اما زحل 1,400,000,000 کیلومتر. خیلیه ها. کارگردان یه لحظه فیلمو نگه دار. دوستان اگه تو که انگشتتون خسته نمیشه لایک کنید، ما به حمایت شما نیاز داریم. به زحل یا کیوان زیباترین سیاره منظومه شمسی میگن. این به خاطر رینگ دورشه. همه کیوانو با حلقه یا رینگ دورش میشناسن، حلقه ای که از تیکای سنگ و یخ به وجود اومده. زحل به خاطر همین رینگای خاصش به ارباب حلقه های منظومه شمسی تبدیل شده. اندازشون از گرد و خاک شروع میشه تا اندازه یک کوه میرسه. با اینکه تو پهنای این حلقه میشه 5 تا زمین رو جا کرد، ولی کلوفتی این رینگ فقط 1 کیلومتره. واسه همین اینقدر نازک دیده میشه. اما علت نازک بودن این حلقه چیه؟ زحل بیشترین تعداد قمر رو بین تمام سیارات منظومه شمسی داره. 83 تا قمر دور کیوان در حال گردشن. جاذبه این قمرها باعث شده تا رینگ دور کیوان کش بیاد و اینقدر نازک و کشیده باشه. برعکس مشتری که شبیه نقاشی آبرنگه، زحل بیشتر زرد رنگ میزنه. این به خاطر کریستالای جو فوقانی زحله که زرد رنگ به نظر میرسه. در سیاره زحل بارون میاد، ولی نه از اون بارونای زمینی، الماس میباره. درست شنیدی، هر سال تو زحل طرفای 10 میلیون تن الماس میباره. خوب از ماهای زحل میگفتیم. میونه اینا از چند ده کیلومتر داریم تا 5,000 کیلومتر. ریا، دیون، تتیس، پایتوس یا تیتان 5 تا قمر مشهور کیوانه. تیتان تنها قمر منظومه شمسیه که جو درست درمونی داره. تو کل منظومه شمسی به چرخی هیچ کره‌ای به غیر زمین نیست که در اون شکل مایعی جریان داشته باشه الا تیتان. اونم نه جریان آب، بلکه رودخونه‌هایی از متان و هیدروکربن. وجود هیدروکربن تو جو یا سطح تیتان خودش پیش زمینه حیاته. از اون طرف وجود اقیانوس‌هایی از آب مایع چند ده کیلومتر زیر سطح یخزده تیتان این قمر رو بد جور عجیب و غریب کرده. بازم میگم قرار نیست حیات اون شکلی باشه که ما میشناسیم یا درکش میکنیم. ممکنه تو همین فضای هیدروکربنی حیات ناشناخته‌ای در حال زندگی کردن باشه. کی میدونه؟ شاید چند ده کیلومتر زیر پوسته یخی تو اقیانوسای آب مایع حیات میکروسکوپی رو ببینیم. تقریبا 90% چیزایی که میدونیم به لطف کاوشگر کاسینیه که تو سال 1997 سمت زحل پرتاب شد. کاسینی 7 سالی تو راه بود تا اینکه سال 2004 میرسه به زحل و کارش رو شروع میکنه.
13 سال دور زحل میچرخید و اطلاعاتش رو میفرستاد زمین. کاسینی که 20 سال از زمان پرتابش میگذشت بالاخره از کار افتاد. ناسا هم جنازه‌اش رو هدایت کرد سمت جو زحل تا تو اتمسفر سیاره بسوزه. داستان رمانتیکی بود. میگم از منظومه شمسی همه رو گفتم. مونده اورانوس و نپتون. اونا رو هم تو قسمت‌های بعدی براتون می‌ریزم رو دایره. تو این مدت کنار دریاچه‌های تیتان ماهی‌های فضایی بگیر و از منظره لذت ببر. سیگنال رو حمایت کنید.